خانم رویا برومند، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امروز دادگاه بالاخره رأی حمید نوری رو صادر کرد و اون به حبس ابد محکوم شد. یکی از برجسته‌ترین نکات در دادگاه حمید نوری گزارش بنیاد برومند بود که در همکاری با آقای جفری رابرسون تایید شده بود و به عنوان ادله اثباتی بارها و بارها در طول جلسات این دادگاه بهش ارجاع داده شد. میخوام برامون درباره این گزارش، اهمیتش و نقشش در این دادگاه از دید خودتون برام بگید. ببینید، من فکر میکنم این گزارش یکی از نقاط مهمش، حالا شهادت‌های تعداد زیادی از کسانی بود که این واقعه رو زندگی کرده بودن از داخل زندان، ولی یک گاه شمارم بود، یعنی که به و اظهارات رسمی، مقامات رسمی رو ما ترجمه کرده بودیم، خیلی هاش اصلا نیستن تو گزارش، ولی آقای رابرتسون دیده بود. بنابراین یک دید کلی نه تنها از اون واقعه میده، بلکه زمینه‌ای که اون واقعه درش اتفاق افتاده و دلایل مذهبی و سیاسی که باعث شده که این افراد مجاهدین و چپ‌ها مزاحم حکومت جمهوری اسلامی باشن، یعنی در حقیقت بیشتر از اون کشتاره اهمیتش. و فکر میکنم یه دلیلی که هم در بازداشت آقای نوری تاثیر داشت اون گزارش، هم در طول دادگاه، این بود که به دادستان و به قاضی یک دانشی از وضعیت ایران کلی میداد که اون فاجعه درش اتفاق افتاده. یکی دیگه از نکاتی که برجسته میشه با توجه به این حکم دادگاه، تلاش سازمان‌های حقوق بشری هست که مستندسازی‌های اونها تا چه اندازه میتونه مهم باشه و نقش ایفا بکنه. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب بله، یعنی اهمیت مستندسازی حقیقت، یکیش پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر دیگه، یعنی برای قربانیان خیلی مهمه که جامعه با دانستن حقیقت این ظلمی که بهشون شده رو باور کنه و قبول کنه، و این برای قربانی‌ها خیلی مهمه. بر همین این مستندسازی یه نقشش اینه، و خب یک نقشش هم اینه که ناقضان حقوق بشر اگر بشه گرفتشون پاسخگو بشن، و یه نقش دیگه‌ش هم اینه که پیامی باشه به ناقضان حقوق بشر که حقایق پنهان نمیمونن همیشه، و این واقعه که شما میخواستید بگید که اصلا اتفاق نیفتاده و این آدم ها مثلا نبودن، با از بین بردن سنگ قبراشون، با از بین بردن خاوران، بگید اصلا وجود نداشتن، این واقعه برمیگرده و شما از هیچ چی فرار نمیتونید بکنید. بنابراین نکنید. یعنی امیدوارم یکی از پیاماشم این باشه، دیگه این کارو نکنید. با عنوان پرسش آخر، خانم برومند، چه نقشی در تداوم جنبش دادخواهی ایران میتونه داشته باشه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هنوز سر کاره و میبینیم که هنوز سرکوب در واقع دادخواهان ادامه داره در ایران؟ من فکر میکنم اهمیت بزرگش که ما خودمون هم در افرادی که با ما تماس میگیرن یا حتی افرادی که به ما کمک مالی میکنن اینو میبینیم که یک امیدی ایجاد کرده، یعنی مردم متوجه شدن که این مستندسازی چه ربطی با واقعیت میتونه داشته باشه و چه ربطی با امروز میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من این واقعه فقط جنبش دادخواهی رو قوی تر خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم از شما خانم رویا برومند.